جلد چهارم از کتاب چهارزار واژه درس هیوده بخش داستان کرا گوز کمپینگ کرا به کمپینگ می رود کرا Would you like to go camping with my family? Ask Tracy یعنی اینکه تریسی پرسید کرا دوست داری که با خانواده من به کمپینگ بریم؟ کرا کرا Would you like to go camping with my family? دوست داری با خانواده ای من به کمپینگ بریم؟ Ask Tracy Tracy پرسید کرا had never been camping before but she decided to go anyway کرا هرگز قبلا به کمپینگ نرفته بود ولی در هر حال تصمیم گرفتش که بره کرا had never been camping before کرا هرگز قبلا به کمپینگ نرفته بود But ولی, She decided to go anyway در هر حال تصمیم گرفتش که بره That weekend They drove to Estes Park یعنی اینکه که اون آخر هفته اونا با ماشین به پارک استس رفتن That weekend یعنی اون آخر هفته They drove to Estes Park یعنی اونا با ماشین به پارک استس رفتن When they arrived Carol looked around. She felt so far from civilization. وقتی اونا رسیدن کرو اطراف رو نگاه کرد اون احساس کرد از تمدن خیلی فاصله داره بچه ها کلمه تمدن رو دو جور تلفظ میکنن هم میگن سیویلیزیشن هم میگن سیویلایزیشن هر جفتش درسته When they arrived وقتی اونا رسیدن کرو looked around که را اطراف رو نگاه کرد She felt so far from civilization اون احساس کرد از تمدن خیلی فاصله داره کلمه بنفش این پاراگراف هستش civilization یا civilization به معنی تمدن After they set up the camp they went for a walk بعد اینکه چادرشون رو برپا کردن اونا رفتن یه قدمی بزنن after بعد از اینکه they set up the camp اونا چادرشون رو برپا کردن they went for a walk رفتن یه قدمی بزنن tracy's father mr Greaves, showed them the native plants and animals یعنی اینکه پدر تریسی آقای گریفز گیاهان و حیوانات بومی رو به اونا نشون داد تریسیز فادر یعنی پدر تریسی مستر گریوز آقای گریوز شود دم به اونا نشون داد The native plants and animals یعنی گیاهان و حیوانات بومی رو Look, he said That's a fox's den اون گفت نگاه کنید این یه لونه روباهه Look, نگاه کنید He said, اون گفت That's a the foxes then این یه لونه روباهه Do you see that bunch of mushrooms next to it؟ یعنی این که اون دست قارچهای کنارشو میبینید Do you see یعنی آیا میبینید That bunch of mushrooms یعنی اون دست قارچهای next to it کنارشو Don't touch them They contain poison میگه به اونا دست نزنید اونا حاوی سم هستن Don't touch them به اونا دست نزنید They contain poison اونا حاوی سم هستن Kara was bored She didn't care about nature یعنی حسل کرا سر رفته بود اون اهمیتی به طبیعت نمیداد کرا was bored یعنی حسل کرا سر رفته بود She didn't care about nature اون اهمیتی به طبیعت نمیداد. کلمات بنفش این رو بخونیم. نیدو یعنی بومی، دن یعنی لونه، لونه حیوانات وحشی، مش یعنی غارچ، پویزن یعنی سم. As the day went on, mighty clouds soon loomed in the distance. همینطوری که روز جلو می رفت، خیلی زود ابرهای بزرگ در فاصله دور ظاهر شدند. از دی دی یعنی همینطوری که روز جلو می رفت مایدی کلاودز یعنی ابرهای قدرتمند ابرهای بزرگ سون خیلی زود لومد in the distance، در فاصله دور ظاهر شدن It looks like a stormy weather said Tracy We should go back یعنی تریسی گفت به نظر هوا طوفانیه ما باید برگردیم It looks like a stormy weather به نظر هوا طوفانیه ست تریسی تریسی گفت We should go back ما باید برگردیم It suddenly began to rain یه دفعه شروع کرد به باریدن منظورش اینه که آسمان یه دفعه شروع کرد به باریدن It suddenly began to rain یه دفعه شروع کرد به باریدن They use an umbrella to shield them from the rain یعنی اینکه اونا از یه چتر استفاده کردن که از اونا در برابر بارون محافظت کنه They use an umbrella اونا از یه چتر استفاده کردن To shield them from the rain که از اونا در برابر بارون محافظت کنه Back at the camp They ate cold sandwiches for dinner And went to sleep یعنی بعد از بازگشت به کمپ اونا برای شام ساندویچ سرد خوردن و به خواب رفتن back at the camp بعد از بازگشت به کمپ they ate cold sandwiches for dinner اونا برای شام ساندویچ سرد خوردن and went to sleep و به خواب رفتن کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم mighty یعنی قدرتمند loom یعنی بزرگ و اغلب ترسناک ظاهر شدن stormy یعنی طوفانی. شیلد یعنی محافظت کردن از چیزی by morning the rain had stopped یعنی اینکه صبح بارون بند اومده بود by morning یعنی صبح the rain had stopped یعنی بارون بند اومده بود It was a drastic change from the previous day's weather. این نسبت به هوای روز قبل تغییر شدیدی بود. It was a drastic change این تغییر شدیدی بود from the previous day's weather نسبت به هوای روز قبل. They folded their sleeping bags and put them in a box. یعنی اینکه اونا کیسه‌های خوابشون رو تا کردن و اونا رو داخل جعبه گذاشتن They folded their sleeping bags یعنی اینکه اونا کیسای خوابشون رو تا کردن and put them in a box و اونا رو داخل جعبه گذاشتن Tracy closed the lid and told Kara Today will be fun, I promise یعنی اینکه تریسی در به اون جعبه رو بست و به کرا گفت امروز خوش میگذره قول میدم Tracy closed the lid. یعنی که تریسی، اون درب رو بست، منظور درب اون جعبه رو بست. And told Kara و به تیرا گفت، "Today will be fun. امروز خوش میگذره. I promise. قول میدم." Kara didn't believe her. She missed her convenience life in the city. She was used to an urban lifestyle. کارا حرفشو باور نکرد. اون دلش برای زندگی راحتش توی شهر تنگ شد اون به سبک زندگی شهری عادت کرده بود کرا دیدن بلیف هر کرا حرفشو باور نکرد شی مس هر لایف این یعنی اون دلش برای زندگی راحتش توی شهر تنگ شد شی یعنی اون عادت کرده بود به ان اربن لایف استایل سبک زندگی شهری کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم درستک یعنی شدید مهم فولد یعنی تا کردن لد یعنی درب در پوش کنوینینت یعنی راحت اربن یعنی شهری افتر برکفست دی ونت فور ا بعد از صبحانه اونا رفتن یه قدمی بزنن after breakfast بعد از صبحانه they went for a walk اونا رفتن قدمی بزنن the grass was covered with dew and it gleamed in the sunlight یعنی اینکه علف پوشیده شده بود از شب نم و توی نور خورشید برق میزد کلمه gleam یعنی برق زدن یا درخشیدن the grass یعنی علف was covered with dew یعنی پوشیده شده بود از شبنم and it gleamed in the sunlight. و توی نور خوشید برق می زد. Finally they reached a lake and Tracy waded into the water یعنی اینکه سرانجام اونا به دریاچه رسیدن کرا و تریسی توی آب راه رفتن Finally یعنی yani سرانجام They reached یعنی اونا به دریاچه رسیدن کرا و تریسی into the water یعنی کرا و توی آب راه رفتن the reeds swayed in the wind and the flock of birds flew above یعنی این که ها توی با تاب میخوردن و یه دست از پرندگان بالا پرواز میکردن منظورش اینه که یه دست از پرندگان بالا سرشون توی آسمان پرواز میکردن The reeds swayed in the wind یعنی این که ها توی با تاب میخوردن And the flock of birds و دست از پرندگان فلو باو یعنی بالا پرواز میکردن بالا سرشون توی آسمان پرواز میکردن کرا felt very peaceful یعنی کرا احساس آرامش خیلی زیادی کرد کرا felt very peaceful کرا احساس آرامش خیلی زیادی کرد کلمات بنفش این پارگراف رو بخونیم دو یعنی شبنم وید یعنی در آب راه رفتن رید یعنی نی تاب خوردن فلاک یعنی دسته گله That night they made a fire یعنی اون شب اونا یه آتش درست کردن That night اون شب They made a fire اونا یه آتش درست کردن They sat around it While Mr. Griffith told scary stories Care had a lot of fun میگه اونا در حالی که آقای گریوز داستانهای ترسناک تعریف میکرد دور آتیش نشستند به کرا خیلی خوش گذشت دی ست اونا دورش نشستند ویل در حالی که مستر گریوز آقای گریوز تولد سکیری داستانهای ترسناک تعریف میکرد کرا هد فان به کرا خیلی خوش گذشت Camping was a good way for friends to spend time together. She realized, یعنی اینکه اون فهمید کمپینگ یه روش خوبیه برای دوستان که با هم وقت بگذرونن. کمپینگ was a good way for friends, یعنی کمپینگ یه روش خوبیه برای دوستان to spend time together که با هم دیگه وقت بگذرونن. She realized, اون فهمید. The next day it was time for them to leave. یعنی اینکه که روز بعد وقتش بود که اونجا رو ترک کنن The next day روز بعد It was time for them to leave وقتش بود که اونجا رو ترک کنن She felt sad while they exited the park یعنی اون در حینی که اونا از پارک خارج می شدن احساس غم کرد She felt sad اون احساس غم کرد While در حینی که They exited the park اونو از پارک خارج می شدن She didn't like camping at first But she learned how fun it could be over the weekend یعنی اینکه اون اولش کمپینگ رو دوست نداشت ولی توی تعطیلات آخر هفته فهمید که چقدر میتونه فام باشه She didn't like camping at first یعنی اون اولش کمپینگ رو دوست نداشت But ولی she learned اون فهمید که How fun it could be چقدر میتونه فام باشه over the weekend طی تعطیلات آخر هفته منظورش اینه که طی تعطیلات اون آخر هفته فهمید که چقدر کمپینگ میتونه فام باشه کلمه بنفش این پاراگراف هستش exit به معنی خارج شدن exit بچه ها این پایان درس بود اگه درس دوست داشتید ما رو لایک بکنید کامنت بذارید حتما حتما به اشتراک بذارید که بچه ها دیگه هم بتونن استفاده کنن و اگه تا الان عضو کانال یوتیوب ما نشدید ما رو سابسکرایب کنید عضو کانال ما بشید مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار